سلام به همه دوستان عزیز و خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. من در کانال محمود بیز در یوتیوب آموزش های کاربردی مختلفی رو در مورد روش های کسب درآمد از اینترنت به شما یاد میدم و البته بعضی از روزها هم وبسایت های خیلی جالب رو بهتون معرفی میکنم یا ابزاری که به صورت رایگان در اختیار خیلی ها قرار میگیره رو من به صورت هر دو روز یا هر سه روز یه بار برای شما ویدیو رو آماده میکنم و منتشر میکنم. خب آدرس من در یوتیوب youtube.com/c/محمودبیز هست. لطفا سابسکرایب کنید و ویدیو رو بعد از اینکه دیدید لایک کنید، برای دوستاتون به اشتراک بذارید و نظرتون رو به من بدید. من طی چند ویدیوی آینده یه ویدیوی مختصرا در مورد پاسخ به سوالات شما ارائه خواهم داد که به تمام سوالات مطرح شده شما در ویدیوهای مختلف که نوشتید به عنوان کامنت در یه ویدیو به صورت کامل به همشون جواب میدم مطمئنن. خب امروز میخوام در مورد وبسایت خیلی خوبی رو بهتون معرفی بکنم که توی ایران داره کار میکنه، وبسایت شایعات، که من آدرس این وبسایت رو براتون حتما میذارم در انتهای ویدیو. این وبسایت یکی از اون وبسایت‌های خیلی خوبی که فکر کنم حداقل یه 5 6 سالی هست داره کار میکنه. همون اوایلی که اومده بود من به صورت دورا دور باش آشنا شدم و اطلاعات خوبی رو توش تونستم پیدا بکنم. بعد از اینکه این وبسایت اومد، خب خودتون میدونید حتما در روزگاری که الان داریم زندگی میکنید شنیدید که مثلا میان یه خبری رو پروموتش میکنن یا مثلا میان یه خبر خیلی بزرگی رو منتشر میکنن، تهش رو نگاه میکنید این خبر جعلیه یا اصلا همچین خبری صحت نداره یا به هر شکلی که ممکن یه خبر ممکنه شایعه باشه. خب این وبسایت به عنوان یکی از وبسایت‌های واقعا عالی کاری که انجام میده، حالا نه تنها از بعد مذهبی که سایت بیشتر شبیه وبسایت‌های مذهبیه، ما همه اینا رو بخوام بذاریم کنار، یعنی بعد مذهبیشو بذاری کنار، بعد علمی که اینها دارن پیاده میکنن اینه که شما اگر یه خبری رو یه شایعه رو دیدی توی اینترنت منتشر کردن، گفتن آقا مثلا فلان کس اومده کامنت گذاشته برای تیم مراکش و براشون روزی موفقیت کرد، یا گفته آقا با این دستگاه میتونی بینیتون میتونی کوچیک بکنی، یا هر چیزی فکر بکنی در هر زمینه‌ای که فکر میکنی، توی این وبسایت به محض اینکه اینها منتشر میشن سریع میان بر اساس مستنداتی که موجود هست و حالا یه عده زیادی این مستندات رو نمیبینند و فقط خبر رو میان منتشر میکنن بدون اینکه اصل اون خبر رو قرار باشه پیگیری بکنن. اینها میان با این مستندات این رو به افراد نشون میدن که این خبر به چه شکلیه، اصل خبر چیه، چه مستنداتی موجوده برای اون و آیا این خبر تکذیب میشه یا تکذیب نمیشه. واقعا وبسایت جالبیه، شما در هر زمینه‌ای که فکرشو بکنید خبری یا چیزی بیاد سریعا میان و این رو بهش پاسخ میدن. ببینید جدیدن دیدید یا جدیدن که چند سال توی ایران میگن آقا دستگاه کوچک کننده بینی میاد، میزنی به بینی دماغت کوچیک میشه. خب این یه موردیه که گفتن از لحاظ به هر شکلی بخواد بررسی بکنی اصلا این صحت نداره و فقط این تبلیغ باعث میشه که اون فروشنده به سود خوبی دست پیدا بکنه و الا هیچ صحتی نداره در مورد این که شما بینی که خدادادی بدون عمل و جراحی قرار باشه کوچیکش بکنی، اصلا وجود نداره. یا مثلا خبری منتشر شد 27 خرداد ما در مورد قطع عضو یک کولبر پیران شهری که میگفتن مین گذاشتن و قطع عضو شده بند خدا و به جای اینکه مثلا قرار باشه اتفاقی بیفته جریمه‌ش هم کردن 23 میلیون تومان. یا مثلا همین مورد فدراسیون فوتبال فلسطین که اومده بود برای مسابقه یه دونه کامنت گذاشته بودن که بعد اومدن از مراکش حمایت کردن و بعد میان اینو بر اساس مستنداتشون جواب میده که نه این یه پست یه جوون فلسطینی که تیم فلسطین و تیم مراکش رو دوست داشته و اینو منتشر کرده. یا در ایام ماه رمضان اعلام شد که آیت الله سیستانی گفتن آقا فتیه رو به کمیته امداد ندید و اینو پیگیری کردن که این خبر اصلا از پای و اساس کذب محضه. خب ببینید شما در زمینه حالا نه تنها دینی بلکه همین مثلا مسئله اقتصادی نوشته تحویل تون در 90 به خریداران ساندرو توسط سایپا صحت ندارد. شما حتی در هر زمینه که فکرشو بکنید اینجا میبینید که توضیحات داره. حالا بیشتر الان چیزی که به طور ما خورده فقط جنبه مذهبی از بالا تا پایین اومدیم، یه 7-8 تاش مذهبی بود. امام جمعه اصفهان گفته اگه فردی 3 هفته نماز جمعه رو ترک بکنه باید خونه‌شو خراب بکنیم. این رو هم خب منتشر کردن و اینها اومدن
احتمالاً اصل خبر رو منتشر کردن که با این اوصاف خیلی از مواقع هم فیلم رو منتشر میکنن هم فایل صوتی، یا خبری بوده در مورد انتقال آب به صورت زیرزمینی از یه تونل مخفی از خوزستان برای سایر شهرها که گفتن آقا این صحت نداره که شما این رو میتونید اینجا ببینید. چی گفته؟ طولانی ترین تونل جهان جنوب آلمان رو به شمال ایتالیا بس میکنه. شما الان همین عکس رو اگر سرچ بکنید متوجه خواهید شد که حرف اینها درسته و ادعایی هم ندارن، که حتی این لینک هم اینجا گذاشتم. بذارید ما لینک رو اینو باز بکنیم. اینجا گفته که تونل زیرزمینی در خوزستان برای انتقال مخفی آب به سایر استان‌ها بوده که این رو عکس رو گذاشته بودن و گفتن آقا همچین کاری دارن توی ایران انجام میدن، و بعد سایت شایعات اومده این رو رد کرده و دقیقاً این عکس رو ببینید لینک داده، گفته مربوط به یکی از طولانی‌ترین تونل‌های جهانی که تو جنوب آلمان به شمال ایتالیا وصل شده، که لینکش رو هم گذاشته. الان ما این رو وارد میشیم ببینید سال 2010 بوده، 15 اکتبر 2010 این تصویر دقیقا منتشر شده و هموطنان عزیزمون که کارشون فقط تولید شایعه است اومدن و این عکس رو ببینید، دقیقا همون عکسه، اومدن منتشر کردن، گفتن که یه تونل زیرزمینی از خوزستان زدن برای انتقال آب به سایر استان‌ها. خب خودتون هم میدونید خوزستان الان توی بحران، نه تنها مثلا گرد و خاکشه، آبشه یا خیلی از مسائل، یه تعداد دوستان میان از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن، یعنی میگن الان که شلوغ خلوق بزن ما یه چیزی بندازیم توی بازار. و میبینید که این خبر هم در اصل تکذیب میشه با همین لینکی که اینها منتشر میکنن. پس آگهی ترحیم جعفر امیرپور کارگر کشته شده در تجمعات ملایر، این رو منتشر کردن، گفتن که همچین فردیه، گفتن که خیلی این اون شخص نیست، این عکسش حمیدرضا حاجی پور خبرنگار روزنامه ایرانه که کشته نشده و از این خبر اعلام تعجب کرده. اینم لینکشه که میتونید بازش بکنید. دوباره بذارید ما همین حمیدرضا حاجی پور رو باز کنیم ببینیم ایشون آیا زنده است یا خودش هم تعجب کرده از این مسئله. پس شما هر شایعه‌ای که فکر میکنید وجود داشته باشه اینجا بهشون جواب میدن، یعنی شما خیالت راحته که آقا میگن آقا اتفاقی هم بیفته یه عده هستن که کارشون اینه که میان مثلا شایعه از شلوغی میخوان سوء استفاده بکنن، یه عده هم نه واقعا میگردن و پاسخ مناسب رو پیدا میکنن. یا مثلا گفتن تجاوز 25 افغانی به دختر بیپناه ایرانی در یزد. خب اینو گفتم مربوط به سال 93 بوده و این کذب محضه که بهش جواب بدن. خب میبینید که تمام اینها رو بهشون جواب دادن و توی 7-8 صفحه هست، بیشتر از 7-8 صفحه هست، شما میتونید اینها رو ببینید. این خبر آقای حاجی زادن حاجی پورم هنوز باز نشد که من بتونم ببینم، اما اون تونلم بذارید یه بار دیگه ببینیمش، لود بشه بازش بکنیم. 14 سال. ببینید جالبه، تمام جزئیات این رو نوشته، گفته کجاست و به چه شکلی دارن کار میکنن و حالا دوستان ما چطور اومدن، هموطنان عزیز، این عکس رو پیدا کردن و از این اومدن گفتن این تونل مخفیه توی خوزستان، خدا میدونه. و بس در هر صورت زد انقلاب خبرنگار ایران رو کارگر کشته شده در ملایر جا زد. ببینید شایعه، گفتن که ایشون کشته شده در حالی که این خبرنگار روزنامه ایرانی و زنده است. واقعیت چیه؟ صاحب عکس فوق حمیدرضا حاجی پور خبرنگار روزنامه ایرانه و حتی با انتشار تصویر زیر در صفحه توییترش نمیش براندازها از عکس من و با هشتگ براندازم خبر کذبی رو توی کانال های تلگرامی و اینستاگرام پخش کردن. خب پس متوجه شدید که این وبسایت شایعات کارش اینه که به شایعه ها بررسی میکنه و اونها رو بهشون جواب میده. در اصل من آدرس این وبسایت رو براتون میذارم، حتما حتما ببینید. فراموش نکنید اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و ویدیو رو برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید. خیلی سپاسگزارم، ممنون از اینکه امروز هم همراه من بودید. شب و روز خوبی براتون آرزو میکنم، موفق و پیروز باشید، خدایا رو نگهدارتون.